سلام مجدد به همه دوستان عزیز. ما یه مشکل تکنیکی کوچیکی داشتیم که اون حل شد و الان دیگه با کامیار و نادر میتونیم برنامه رو شروع کنیم. تا چند ثانیه دیگه دوستان به جمع ما ملحق میشن و برنامه رو با هم جلو خواهیم برد. من کامیارم کنم من درخواست رو فرستادم تا دوستان ملحق شند. یه چند ثانیه وای میسیم تا بقیه عزیزانم دوباره به لایومون ملحق بشن و برنامه رو بتونیم شروع کنیم. سلام کامیار، سلام مجدد و منتظریم که من الان با نادر صحبت کردم، جوین کرده به لایومون، فقط باید بیاد و اینجا الان view request go live الان باید درست شده باشه. فکر کنم به خاطر سرعت اینترنت و مشکلات اونجوری بود که نمیشد. الان درست شد. سلام سلام سلام، ببخشید که یه ذره مشکلات تکنولوژی داشتیم. نه شما ببخشید، خیلی ممنون، تشکر. مرسی نادر جان که وقتت امروز در اختیار ما قرار دادی. من و کامیار امروز با شما هستیم و بحثمون میتونیم دیگه چون وقت گذشته یه ذره بریم سر اصل مطلب تا دوستان دیگه هم ملحق شن به جمعمون. بله بله سلام، خوشبختم. منم همچنین سلام عرض میکنم خدمتتون. منم خوشبختم، سلامت باشید. خب ما بریم اول نادر معرفی کنیم و خودش بخوایم که خودش معرفی کنه. معمولا اول برنامه از مهمانمون میخوایم که یکم از خودشون بگن چی خوندن، سابقه تحصیلی و کاریشون حالا چیه، الان دارن چی میخونن و به چه صورت دارن تو اتاق زندگی میکنن. یه کوچولو باهاتون آشنا بشیم و بعد بریم سر سوال. بله هستیم. بله چت. من که خب رشتم سخت افزار بوده تو ایران، بعد دیگه برای آیتی اینا اومدم اتاوا با دیجیتال میدیا اسپیشالایز دیتا ساینس شروع کردم، بعد دیگه شروع کردم روی الگوریتم های پیچیده و اینا کار کردن و تخصص اصلیم هم الان ماشین لرنینگ هست و آیتی میخونم دیگه، مستر رو PhD. حالا بریم بالا و بالاتر ببینیم چی پیش میاد، امید به خدا. ماشین لرنینگ هم جز اون رشته هایی که الان خیلی بازار کارش به نظرم خوبه، یعنی خیلی جاها میدونم که میخوان AI و ماشین لرنینگ و اصلا کلا همه چی وارد فضای جدیدی شده. بله بله، من الان تزی هم که دارم روش کار میکنم بحث پریدیکت استاک مارکت هست، بالا بحث هم سنتیمنت آنالیسیس میخوایم توش باشه، NLP و بحث حالا ماشین لرنینگ و الگوریتم هایی که وجود داره. یه جوری باید صحبت کنیم ما بفهمیم. آره چیز ساده تر با این ماشین لرنینگ ساده ترش اینه که توی توییتر بر فرض مثلا توی توییتر یه فردی مثلا ایلان ماسک میاد یه توییتی میذاره، یه دفعه یه قیمت کریپتوکورنسی ها عوض میشه. خب اینها یا مثلا یه سری توییت ها مثبت در مورد کریپتوکورنسی، یه سری ها منفیه، ما این اطلاعات رو همه رو جمع آوری میکنیم بعد پیش بینی میکنیم، مثلا هفتگی، روزانه یا مثلا سه روزه، اینها مثلا ما پیش بینی میکنیم که این میره بالا یا سقوط میکنه. چجوریه؟ نمیذاره. آره دقیقا. حالا پیش بینی هایی که الان من دارم کار میکنم یک هفته، یک ماه، 90 روز است. روی بحث ساعتی هم یه چیزی داریم، ولی ساعتی مقدار بعضی موقع ما سرعتمون
هنوز به اون حد نرسیدیم که بتونیم خیلی سرعت رو بتونیم ببریم بالا، چون هر کدوم این آنالیزا معمولا یه حدود بین 17 تا 36 ساعت طول میکشه. نمیشه اون ساعتیشو خیلی روش حساب کرد. ولی ایده جالبیه، فکر کنم از اون ماجراهایی باشه که خود تزت بتونی به خیلی جاها بفروشی. آره خب من قبلش یه الگوریتم کار کرده بودم که خب الانم هنوز دارم رو اون الگوریتم کار میکنم، برای حالا اسم شرکت رو نمیتونم بیارم ولی آره با اونا دارم کار میکنم. بحث این هست که ماشین، یعنی ما به وسیله یه سری اطلاعاتی که به دست میاریم بتونیم مشتری رو بشناسیم، یعنی بدونیم نیازمندی هاش چیه و بر اساس اون بهش مثلا ایمیل بدیم، یعنی تبلیغات هدفمند براشون انجام بدیم. ولی کلن داره دنیا به سمت خطرناکی پیش میره به نظرم. بله بله، هر کاری که میکنی یکی داره آنالیزت میکنه. دقیقا، من خودم قبلا خیلی شاید اعتقاد نداشتم، میگفتم نه آخرش باز ما ماشینو کنترل میکنیم، ولی چند وقت پیش توی یکی از برنامه‌های اتفاقی افتاد، یعنی خود ماشین یه کاری انجام داد که ما فهمیدیم تازه ای عجب باگیه، و اگر این باگو و ما هم نمیدونیم شاید این اتفاق بیفته، یعنی این خطر من هست، من چون خودم به شخص دیدم به نظرم واقعا چیز خطرناکیه. واقعا مثلا دو روز دیگه داری کد میزنی ماشین میگه نه ببین اینجا رو اینجوری بنویسی بهتره. بله این اتفاق هست. من چون یه چی میگن دستی به قول معروف به دیتا و آنالیتیکس دارم، یکی از در واقع اریه هایی که ماشین لرنینگ داره کار میشه و خود در واقع پروسه غلط پیدا کردن پردیکیشنه، تست و ویریفیکیشن هم خودش یکی از اون فیلدهاییه که ماشین خیلی داره در واقع کار باید بله. دیگه ای رو بذاری که اون مشکل چکش کن. آره دقیقا. حالا من آخری مقاله که حالا سابمیت کردم هنوز جوابش نیومده، بحث فیک نیوز دیتکشن هست، یعنی با ماشین. آره این ایده قشنگیه و حالا روش کار کردم، البته سابمیت شده انشاءالله نتیجهش بیاد. ما باید منتظر شنیدن خیلی خبرهای خوبی ازت باشیم. آره انشاءالله دارم تلاشم میکنم، یه این دو سه تا کاری که انجام شدم نتایج خیلی خوبی به دست آوردم، یعنی تو الان نتایج خیلی آره خوبی. و واقعا هم باید به تبریک گفت، من حالا خیلی در جریان نیستم ولی تا حدودی در جریان کارات هستم، میدونم از جزو محدود افرادی هستی که از زمان ورودشون به کانادا ظرف مدت خیلی کوتاهی خیلی خوب تونستی اون پله های موفقیت رو بری جلو، و واقعا این اتفاقا جزو مثالی که میشه بهش زد. خیلی از این میشه مهاجرت هدفمند، یعنی واقعا داری اون قدم ها رو به خوبی برمیداری و من مطمئنم در آینده نزدیک خیلی خبرهای خوبی ازت میشنویم. بله ممنون، البته نو گفته نمونه، همیشه من مشورت ها با شما بوده و کمک های شما با یعنی مشورت هایی که بهم دادین دیگه اینا خیلی بهم کمک کرد که درست تصمیم بگیرم و قدم های درست رو بردارم. خب بریم حالا ما کمک کنیم دوستانی هم که دارن گوش میدن درست تصمیم بگیرن، حداقل تو بحث ادمیشنشون و پذیرششون. بیایم راجع به دانشگاه کارتون قرار شده امروز صحبت کنیم. من حالا کامیارم وسطاش احتمالاً سوالاتی داره، ولی از الان خودت دیگه شروع کن که مثلا میخوایم بدونیم دانشگاه کارتون چه نوع دانشگاهی هست، چه رشته هایی حدوداً داره، خیلی نمیخوایم واردش بشیم ولی چه رشته هایی داره، بعد برسیم سر اون بحث پذیرش گرفتنه که حالا افرادی که میخوان پذیرش بگیرن چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشن، اصلا کی و چه جوری با اساتید ارتباط برقرار کنن، چی بنویسن، استادی پلان چیه، اصلا چه جوری نوشته بشه، که آخر این برنامه یه دید خوبی داشته باشن که اگه میخوان برای دانشگاه کارتون اپلای کنن یک دو سه چهار برنامه چیه. دانشگاه کارتون که جزء 10 تا دانشگاه برتر کانادا هست، خب فکر کنم از اون مدل هایی که موبایل میره رو حالت سکرین سیور. خب برگشت.
میخوام. من تلاشمو کردم با چیز بگیرم، عذرخواهی میکنم. دانشگاه کارتون جزء 10 تا دانشگاه برتر هست بر اساس QS World رنکینگش هست. خب رشته‌های مختلفی داره، کامپیوتر ساینس، IT، توی بحث سستینبل انرژی، در بحث انترپرنورشیپ، نمیدونم، رشته‌های خیلی خوب و جذابی داره. ولی نظر شخصی من اینه که توی بحث IT و توی بحث الکترونیک کامپیوتر ساینس خیلی قویه. یعنی من دانشجوهای خیلی قوی میبینم و سرمایه‌گذاری های خیلی زیادی روش انجام میشه. بر فرض مثال شرکت بلکبری برای بحث QNX در اختیار این دانشگاه خبرش هم گذاشتن که قرار داده که دانشگاه بتونن کار بکنن و خب این خیلی بله. حالا چیزی که من اینجا یه کوچو باز کنم، این حالا دوستان اگر بخوام بدونن، QNX اپراتینگ سیستم هست مال بلکبریه و حالا برای ماشین های خود ران، نمیدونم، IoT ها و اینها استفاده میشه، اون سیستم ها میشه ازش استفاده کرد و دنیای رو واقعا میشه تغییر داد. خیلی قویه و دارن اون رو میخوان پیشرفته ترش بکنند و خیلی البته جنبه های مختلفی داره، بحث سکیوریتیش هست، بحث دیگه. ولی من به شخصه میگم که IT خیلی قوی هم تو IT. بعد حالا سوالی هست یا من یه سری مطالب آماده کردم به یکی به یکی بگم؟ آره میتونیم وارد مطالب خودتون بشیم و بریم جلو. آره خب من تو بحثی که خیلی از دوستان از من میپرسن که مثلا چه رشته انتخاب بکنی، نکته مهم اینه که اولا دانشگاه سعی کنن دانشگاه انتخاب بکنن که رنگ های بالایی داشته باشه. این رنگ بالا بودن به نظر من یه مقدار توی ویزا تاثیر میذاره، یکی از فاکتورهای مثبته. فاکتور مثبت بعدی اینه که خب حالا اون رشته‌ای که شما انتخاب میکنید واقعا توجیه داشته باشه برای آفیسه. یعنی وقتی شما دارید سری اهدافی رو میچینید، هدف نهایی تو اینه که پاس ریکوست بشن دوستان، پس باید از همون ابتدا آدم بهش فکر بکنه. مثلا یه نفر میاد یه رشته رو انتخاب میکنه یا مستر مجدد درخواست میده، خب این مستر مجدد درخواست دادن، خب آفیسر میگه برای چی؟ به غیر از اینکه یه رشته جدیدی باشه، یه چیز جدیدی برای اون طرف داشته باشه. مثلا یه نفر سایکولوژی خونده، حالا میخواد بره مثلا هیومن کامپیوتر اینتراکشن بخونه، خب این منطقیه. این میشه مثلا شما بگید من مستر اینو دارم ولی میخوام وارد این حوزه بشم و میتونن دوستانی که مثلا اینطوری سایکولوژی خوندن برن وارد این بشن، حالا نرن دکترا بخونن بیان مستر مجدد این بخون. یعنی مستر مجدد همیشه بد نیست، ولی باید اون رشته پیدا بکنید که بعد بتونن توی استادی پلن توجیه قشنگی در موردش بنویسن. اینو شش من یه سوال کوچیک اینجا بکنم که مثلا منظور از مستر مجدد یعنی چی؟ شما یه فوق لیسانس گرفتی یه فوق لیسانس دیگه میگیری یا اینکه فوق لیسانس دیگه به رشته لیسانست مثلا مستقیم نداره؟ آره مثلا شما یه فوق لیسانسی دارید، مثلا مثال زدم، مثلا من یه نفر فوق لیسانس سایکولوژی داره بعد میخواد میره برای مثلا رشته هیومن کامپیوتر اینتراکشن اپلای میکنه و پذیرش میگیره. خب شما میشی مستر مجدد، ولی مستر مجددت متفاوته. بسیار. و آره و خب این رشته مثلا حالا یه کوچیک توضیح بدم مثال خوبیه، به خاطر اینکه این رشته کساییه که حالا ماهیت این رشته میگه که ما نرم افزاری رو طوری طراحی بکنیم که کاربر ما بتونه راحت ازش استفاده بکنه و به خاطر همین خیلی ربط زیادی به سایکولوژی و اینها داره، بحثای
روانشناختی و کاگنیتیو ساینس و این بحثای این شکلی داره. یه سوال با اون سیر تکاملی رو بعد نشون بده که من دارم میام مهندسی کامپیوتر، فوق لیسانس کامپیوتر ندارم، الانم بخوام بیام دوباره فوق لیسانس کامپیوتر، یه چیزی دارم میام فوق لیسانس بگیرم که اضافه کنه به اون، یه ولیو عددی باشه در واقع. دقیقاً یعنی شما میخوای بگی نالجم میخوام در این حوزه که جدید هست اونو افزایش بهش بدم. بله دقیقاً، در واقع باید ثابت کنی که این مسیری که داری میری مسیر هدفمندیه، فقط همینجوری قول معروف هوا و هوس نرفتی سراغ. دقیقاً، یعنی توی خود سایت CIC من نگاه کردم، خیلی من خیلی این سایت رو میخونم، موارد جدیدش رو میبینم هرچی که میاد. خیلی جالب بود، دو تا سوال رو مطرح کرده بود، برای چی تحصیل در کانادا انتخاب کردی و ریسپانسیبیلیتی شما به عنوان یه دانشجو چیه؟ فقط به این دو تا سوال در حد یک صفحه به ما جواب بده، یعنی خیلی ساده و بازگرده به من بگو که برای چی میخوای بیای حالا این رشته رو بخون، دلیل چیه و ریسپانسیبیلیتی چیه. یعنی نه در مورد تای بود، نه در مورد چیز دیگه از شما خواسته بود، حالا چیزای قبلی که گذاشتم مربوط به سال 2016-2019 همه این موارد رو گذاشته، یعنی 7 سوال هست، ولی الان روی 2021 که حدودا مال مثلا 40 روز پیشی آپدیت داده بودن، فقط 2 تا سوال مطرح کرده بودن و خیلی ساده گفته بودن واقعا برای چی میخواین بیان. این نکته که گفتی جالبه به نظر، حالا ممکن اشتباه کنم ولی الان دارم این برداشت رو میکنم، وقتی که اصلا نه از تای سوال میکنن نه چیزی، اتفاقا میخوام ببینن هدف شما چیه. اگه اینو ضعیف بنویسی ممکن آفیسر بیاد بنویسه تای خوبی نداشتی. میدونی خیلی ها که میپرسن چرا ما الکی رد شدیم یا چرا به ما گفتن تای نداری با ایران، حالا تای میشه اون ریشه هایی که تو ایران داری و ثابت میکنی میخوای بعد از تحصیلت برگردی، میگن چرا به ما اونو گیر داد. این میتونه دلیلش باشه که شما اصلا نتونستی توجیه کنی چرا داری میای اینجا درس بخونی. آره دقیقاً، اونم میفهمه من... که فقط برای مهاجرت اومدی. دقیقاً بله، یعنی من با یکی از حالا وکلا که تو اینجا بود باشون یه بار داشتم صحبت میکردم در این مورد، یه چند سوال ازشون پرسیدم، حرف جالبه من زد، گفت که ببین توی مثلا فرم 56 حالا 45 اگه اشتباه نکنم، گفت شما اونجا میای تمام مشخصات فام خانواده رو مینویسی، نمیدونم برادر، 7 برادر، 7 sisters، step brother، step sister، همه اینا رو شما اطلاعات، یعنی آفیسر میدونه که خانواده شما مثلا کدوماشون ایران هستن، خارج هستن، شغلشون چیه، نمیدونم وضعیت مریتال استاتیسشون چیه، همه اینا رو آفیسر میدونه. پس دیگه واقعا نیازی نیست شما بیاید بنویسی مثلا من مادرم ایرانه، من خانوادم همشون ایرانه، و به خاطر همین دیگه این میشه یه چیز اضافی. پس بریم روی اهداف کار بکنیم. همینه که استادی پلان نوشتن خودش مثل یه تز نوشتن شده، یعنی یک پروژه خیلی سنگین و خیلی حرفه‌ای هم هست الان. آره و من خب خیلی دوستان وقتی میان، من خیلی استادی پلان خوندم و یه جوری وقتی میخونم الان بعضی مواقع میگم اینو فلانی برات نوشته، میگم از کجا فهمیدی؟ میگم خب از بس که خوندم. حالا شما فکرشو کن من یه فرد عادی هم، هیچ کارم هستم، این همه خوندم تو این چند وقته دیگه فهمیدم، یعنی استایل یه نفر رو فهمیدم، حالا دیگه آفیسر که این همه پرونده داره میخونه یه 100% اون سری میفهمه این کپیه و هدف اصلی نیست. یه فولدر داره کاوه نادر، میگه خب اینا رو کاوه نوشته، اینا رو نادر نوشته. اصلا پیشنهاد میدم شما ریسرچ بعدی تو بذار روی این که در واقع با ماشین لرنینگ خودش تست کنه، خودش استادی پلان از 4 تا سوال بپرسه استادی پلان. آره واقعا دون یا خب داره به سمتی میره که خیلی کارا رو دیگه خود این هوش مصنوعی و به قول من ماشین لرنینگ و اینا اصلا انجام بدم. و فقط ما مشکلمون میگم باز اینجا هم بحث سرعته،
حالا من توی استپ بعدیم روی بحث سرعتش میخوام کار کنم، سرعت های الگوریتم های پیچیده و این. حالا امید به خدا به این چی میشه. ما فکر کنم یه لایو هم برای اون برات بزنیم، ولی حالا واسه اینکه خیلی جدا نشیم از موضوع، بله به استادی پلن و ارتباط با اساتید برسیم اول که ببینیم. بله تشکر. ببخشید از اینکه ادامه بدین، من یه مقدار چون چی میگن هوش غیر مصنوعی الان یه ذره دچار مشکل شده، چند تا سوال بپرسم که شاید که دوستانی هم هستن که این اولا که این صحبت از فرم پر کردن و این نمیدونم تای و اینا که داشتی صحبت میکردید راجع اینا، مربوط به اپلیکیشن مهاجرت یا واسه اینه که شما ویزای تحصیلی بگیرید؟ این پروسه‌ای که داشتی صحبت شدشون صحبت از CIC Canadian Immigration Citizenship و اینا، خب پروسه مهاجرت رو چیز بگیرید. اگر که بله. توضیح کوچیکی ارتباط این مسائل رو با هم دیگه بگیرید. یکی دیگه هم این که میخواستم بگم که این در واقع صحبت هایی که دارید میکنید همه در واقع برای کسایی هستن که میخوان در واقع واسه فوق لیسانس یا بالاتر اقدام بکنن، یا شامل افرادی هم هست که میخوان برن تازه وارد دانشگاه بشن و دوره لیسانس شده تو کارتون بید. این تمایزا رو اگر ایجاد بکنیم واسه دوستانی که گوش میدن متوجه میشن که این مربوط بهشون هست یا نیست. من فقط بله، خب این مربوط به پروسه ویزای تحصیلی هست، استادی پرمیته. دوستانی که میخوان برای استادی پرمیت درخواست بدن، یکی از نکات مهم انتخاب دانشگاه هست، انتخاب رشته هست، و نکته مهم اینه که از همون ابتدا بدونن که هدفشون چیه، که وقتی به موقعی که میخوان اون اپلیکیشنشون رو پر بکنن برای درخواست ویزا بدن، یکی از نکاتی که میتونن به صورت اضافی بذارن یه کلاینت اینفورمیشن هست، یه فایلی هست تو اونجا میتونن مثلا استادی پلنشون رو بذارن، نمیدونم مثلا حالا جاب آفری داشته باشن بذارن، نمیدونم پلیس کلیرنسشون رو بذارن، یه سری اطلاعات اضافی تر اونجا میتونیم قرار بدیم. اون تو اون بحث کلاینت اینفورمیشن شما میتونی استادی پلن بذاری، ولی خب نکته مهمش اینه که شما از قبل واقعا برنامه هدفتون مشخص باشه. خب کالج میتونن درخواست بدن، مقاطع دیگه میتونن، دانشگاه های دیگه رو میتونن درخواست بدن، ولی خب به نظر من، حالا نظر شخصیه، یعنی نمیشه 100% گفت، ولی به نظرم هر چقدر دانشگاه بهتر باشه شاید برای موفقیت خود فردم بهتر باشه، یعنی هم از نظر ویزا و هم از نظر اینکه بعدن حالا یه کاری بخواد پیدا بکنه. اساتید خیلی تأثیر گذارن، یعنی من واقعا اساتیدم ساپورت خیلی خوبی کردن. آره، یعنی مثال میگم، مثلا یه جا من یه مشکلی داشتم، استادم یه جمله مثلا گفت مثلا فیچر انجینیرینگ بشو برو مثلا بررسی، یک تاپیک بود، چیز خاصی نبود، ولی همونو من رفتم خوندم و تونستم مثلا تزم اون مقاله رو مثلا تموم بکنم. خیلی مثلا اینو کمک میکنه. حالا این نکته هم که گفتی اتفاقا جز نکات مهمه، انتخاب استاد. یه نفری، حالا دو تا نکته به نظرم خیلی مهمه، یکی برای افرادی که میخوان اقدام کنن، حالا ادمیشن بگیرن، پذیرش بگیرن، یکی این که چه استادی انتخاب کنن، یکی این که آیا از کمک های مالی میتونن استفاده کنن یا نه. اینم بله بله. اگه بتونی یه توضیح بدی که اصلا روالش چیه، چجوری استادو پیدا کنن، بعد چجوری به استاد ایمیل بزنن، تو اون ایمیله چی بنویسن که استاد جواب بده. خب من همیشه یه چیزی که میگم، وقتی رشته رو انتخاب میکنید نگاه بکنید که اون رشته سوپروایزر نیاز داره یا نه، این خیلی مهمه. وقتی اگر دیدید سوپروایزر نیاز داره اون رشته، حتما مکاتبه بکنید. یکی از نکات مهم در مکاتبه اینه که شما اساتید اون رشته رو برید پیدا بکنید توی حالا اون لینک پروگرامی که انتخاب شده. بعد کار دیگه که باید انجام بشه، اساتید و پروفایلاشو بخونن، خیلی مهمه تو چه حوزه هایی دارن کار میکنن. معمولا پروفایل ها آپدیت نیست،
من خودم مثلا اون دوره رفتم مثلا توی گوگل اسکولار اینها جستجو کردم، آخرین مقالات استادو مثلا پیدا می کردم، بعد یکی دوتا آخرین مقاله شو مثلا رفتم نشستم خوندم. من خیلی هم تو the point میگم abstract مهمه، result ها مهمه، conclusion future work، اینا رو شما بخونی و متوجه بشی که استاد چی کار میخواد بکنه، هدف آیندهش چیه، بعد توی ایمیل نوشتن به شما کمک میخواد. حالا بعد میریم سراغ حالا ایمیل میخوایم حالا مکاتبه کنیم با اساتید. من چیزی که مثلا تجربی که به دست آوردم، اگر ایمیل شما بزنی استاد مثلا من میخوام توی ریسرچری های شما کار بکنم و مشخص نکنی، این زیاد جالب نیست. ولی اگر اسپسیفیک شما مشخص بکنی که من میخوام توی این حوزه و در این حوزه کار بکنم، این باز به شما کمک میکنه. بازم این کمه. اگر گفتی استاد من بقیه چیزام توی CVه، باز این خیلی از اساتید شاید نرن CV شما رو باز کنم بخونن. همونجا تو ایمیل به صورت بولت پوینتی مثلا شما بنویسی من برای مثلا وینتر 2022 میخوام رشته مثلا IT دیجیتال میدیا مثلا اسپیشیالایز دیتا ساین و معدلم مثلا GPM این هست نمیدونم و حالا موارد دیگه ای که مثلا توی CV هست، ولی به صورت کوتاه. وقتی استاد ایمیل رو باز میکنه خیلی سریع میفهمه شما دانشجویی هستی آیا به دردش میخوری و به شما پاسخ میده. این نتیجه بود که مثلا من گرفتم. نکته بعدی مثلا توی بحث فالو آپ هست. خب فالو آپ ها مثلا طرف میگه خب فالو آپ چی بزنم؟ من میگم خب همون نکاتی که توی CV بوده، توی بک‌گراندت بوده، نمیدونم کاری بوده انجام دادی، تحقیقی، پابلیکیشنی، چیزی بوده، همون رو هی تو فالو آپ بفرست. استاد راستی من میخواستم اینم اضافه بکنم، من این ساب مثلا این مقاله رو هم داشتم، توی این حوزه هم من کار کردم، بعد اینا رو هی مثلا فالو آپ. من خودم مثلا یادم دو بار سه بار چهار بار فالو آب می زدم تا یه استاد جواب بده. و اتفاقا استراتژی خوبیه، به جای که هی تو فالو آب هی تکرار بزنین که خب چی شد چی شد چی شد، هر دفعه یه مورد جدیدی عنوان میکنی. و اون نکته که راجب نحوه نوشتن ایمیل گفتی خیلی نکته جالبیه، چون تو بحث رزومه و استخدام هم هست، معمولا میگن هر کسی شما مثلا زیر 15 ثانیه فرصت داری نظر طرف مقابل رو جلب کنی. اینم الان بله. تو این ایمیلی که می‌نویسی خیلی مهمه که خودتو خیلی کوتاه معرفی کنی و بعد نشون بدی که استادو می‌شناسی. همینجوری فقط به همه ایمیل نزدی. اونی که گفتی ابسترکتشو بخون، کارشو بخون، فیوچر ورکو بخون، یعنی میدونی که الان داره چیکار می‌کنه، در آینده می‌خواد چیکار کنه. شما چجوری خودتو می‌شونی روی این نیازهای این استاد؟ این بهترین استراتژیه به نظرم که گفتی. بله بله دقیقاً. میگم من حالا یه حدود دو سه ماه پیش بود یکی از اساتیدم گفت که نادر اگر دانشجویی مثلا بود به من معرفی کن، البته میگفت تلفن. بعد من اومدم گفتم خب اگر کسی هست رزومشو بده من مثلا به این استاد معرفیش میکنم و اینا. بعد همه برام میفرست آقا ما میخوایم. بعد من نگاه میکنم گفتم خب آخه رزومت نمیخواد، تو این حوزه کار نکردی، بعد من خود چی بنویسم مثلا به استاد؟ بعد مثلا تو این حوزه کار کرده باشی؟ این استادم گفته من تو این حوزه میخوام. حالا بحث حال سلف آنده بودنش یه طرف، ولی بحثیه که خب بچه ها باید روی این خیلی تاکید میکنم مثلا واقعا بدونم استاد دنبال چیه و تو همون حوزه اگر تخصص دارن حالا کار بکنن. حالا مثلا یه مثال بزنم، پایتون به نظر من خیلی زبان سختی نیست. اگر کسی مثلا حالا یه سری با اکسل اینا کار کرده باشه، پایتون رو میتونه مثلا در عرض یک ماه، حالا یک ماه و نیم تقریبا میشه گفت در حد پروفشنال بشه. حالا به نظر من خیلی سخت نیست، حالا شاید من خیلی عجیب غریبم. حالا برای بقیه بشه دو ماه سه ماه فوقش. آره ولی آره شاید مثلا دو ماه سه ماه به نظر من میشه
یاد گرفت و خیلی از اساتید اینجا هستن. بحث پایتون خیلی براشون مهمه به نظرم، تنسورفلو مثلا خب چیز خیلی مهمیه براشون. حالا البته ابزارهای زیادی هست تو این زمینه، حالا من بیشتر این ابزارهای دیتا ساینسی رو میگم چون ببخشید تخصصمه. آره. مثل رپید ماینر هست، مثلا ساس هست، مثلا NRC اونا با ساس کار میکنن. خب این عالی. ببین الان ارتباط با استاد رو گفتی که چجوری بهترین حالت با استاد، اینو میتونی توضیح بدی که این ارتباط گرفتن با استاد کجای مراحله؟ یعنی شما اول با استاد ارتباط میگیری، از نظر استاد که خیالت راحت شد میری پذیرش رو اقدام میکنی، یا اپلیکیشن رو میفرستی کارا رو میکنی در کنارش با استاد بعد ارتباط بگیری؟ خب بستگی داره، اگر تایم کم باشه مثلا شما مثلا 2 هفته 3 هفته مونده باشه دیگه ددلاین تموم بشه، به نظر من آدم اپلیکیشن انجام بده و مکاتباتش هم انجام بده. ولی بهترین حالت اینه که شما سوپروایزر داشته باشی بعد اپلیکیشن رو پر بکنی، این سیف در این حالته. یعنی اگر شما قبولی رو خیلی بالاتر میبره. آره احتمال قبولی خیلی بالاتر میره ولی 100% نیست. یعنی اینجا کسی هم بوده مثلا سوپروایزر هم بهش تاییدیه داده ولی دپارتمان قبول نکرد، این مورد هم هست. خب بهترین حالتش اونه. خب این الان خب پس مراحل درخواست هم نوشتیم و صحبت با استاد. یه مرحله قبل تر میخوام برم، مثلا الان یه میخواد اقدام بکنم، شما این سوال رو واسم پیش بود، دوستانی که ایران هستن، حالا اونایی که دوست منن در واقع بچه‌هاشون اکثرا دارن دنبال یه همچیزه، مثلا طرف با من تماس میگیره میگه آره مثلا من الان پسرم از میخواد مثلا بیاد واسه فوق لیسانس، مثلا چه میدونم دانشگاه شریف، اینو خونده اینجوری کرده اونجوری کرده، مثلا به نظرت حالا بره کارلتون یا نمیدونم بره اینجا بره امریکا، یه سری سوال این شکلی میکنن، یا حتی ترنزون نمیدونه کجا باید بره. این اون وقت واسه که مثلا فرض کنید به دانشگاه کارلتون یه نگاهی بندازه و شروع کنه، حالا اون چی میگن ارزیابیش اول انجام بده، این رو از چه طریق باید وارد در واقع وبسایت کارلتون بشه؟ فورمی وجود داره؟ گروهی وجود داره؟ چجوری میتونه مثلا ببینه که کارلتون به کار این میخوره؟ مثلا طرف مثلا زمینه مثلا بهداشت درمان پزشکی مثلا لیسانسی بگیره، خب مثلا ممکنه کارلتون اصلا مناسب این مثلا رشته نباشه. این رو اطلاعات رو مثلا بگید از کجا بهتون میتونن به دست بیارن؟ بعد مثلا وارد وبسایت بشن یه مرحله قبلتر از در واقع این چیزی که الان صحبت کردید؟ بله چشم. ببینید به نظر من بهترین حالت و سیف‌ترین منبع خود وبسایت دانشگاه هستن. گروه های زیادی، من خودم توی تلگرام گروه های زیادی دیدم نمیدونم چیز کردم و ولی اطلاعات یا قدیمیه یا اطلاعاتش نادرسته یا ناقصه، حالا نادرست نگیم یا ناقص میدن. به نظر من خود سایت دانشگاه بهترین منبعه برای اینکه شما اطلاعات به دست بیاری و اونجا مشخص بکنی. حالا بین امریکا، کانادا و خب دانشگاه مختلف، من مثلا دانشگاه خب تو حوزه آیتی بیشتر میتونم حرف بزنم. خب اگر بخوایم چیز کنیم که امریکا که 100% دانشگاه های بسیار بسیار مطرحی تو این حوزه داره، در شکی نیست. ولی تو این حوزه مثلا اتاوا دانشگاه خوبیه، اساتید خیلی خوبی داره، یه سری از پروگرام ها با دانشگاه کارلتون هستن، جوین هستن، یعنی مشترکن. پلی تکنیک مثلا مونترال دانشگاه به نظر من خوبیه. این دو سه تا دانشگاه به نظر من تو حوزه آی تی خیلی قویه. یعنی من تو مثلا سمینارایی هم که شرکت میکردم، اساتید میومدن پرزنتایی که میذاشتن، و من بعضی موقع شیطونی میکردم یه سری سوالاتی میپرسیدم، حتی اون هم خودشون میدونستن و جواب میدادم، گفتن تو دوباره اومدی اون نکته رو بگی. و
چیز میکرد. یعنی به نظرم مثلا این دانشگاه مثلا دانشگاه خیلی خوبی هم اگر کسی تو حوزه آیتی میخواد وارد بشه، ولی اگر حوزه دیگه ای هست به نظر من بهترین حالت و سیفترین حالت خود سایت دانشگاه هستن. اکثر دانشگاه خودشون فروم هایی دارن که دوستان میتونن، مثل دانشگاه یو بی سی فروم ها و کامیونیتی هایی دارن. البته شما تا دانشجو نشده باشی معمولا اجازه بهتون نمیدن وارد اون فروم و کامیونیتی ها بشی، ولی میشه مثلا تا یه حدودی ازشون استفاده کرد. اگر باز اطلاعاتی به دست نیاوردن خود دپارتمان ایمیل بزن. یعنی من بعض موقع دانشگاهی رو میدیدم، موقع که ایران بودم دانشگاهی میدیدم، ایمیل میزدم به خود دپارتمان سوالاتم از اونجا میپرسیدم. دیگه یه منبع موثقه و شما خیالتون راحت هر چیزی که بهشون میگن دیگه میدونید درسته. فقط مشکلی که اکثر دوستان دارن میترسن، یعنی نکنه ما اشتباه بنویسیم. من بهشون میگم طوری نیست، منم اشتباه اولش مینوشتم و آدم یاد میگیره. اشتباه که همیشه هست، هنوز هم اشتباه مینویسیم و آدم یاد میگیره. دقیقا دقیقا. خب یه سوالی من دارم، حالا یکی از دوستانم توی این قسمت سوال کردن که در مورد رشته سیستم ساینس اتاوا آشنایی دارین، فکر کنم منظورشون دانشگاه اتاواست، حالا در مقایسه با دانشگاه کارتون اگه بتونین دوتا رو با هم مقایسه کنین. سیستم ساینس نراستیاتش من دقیق نمیدونم، اگه حالا فکر کنم منظورشون کامپیوتر سیستم ساینس باشه، حالا مطمئن نیستم، ولی در مورد کامپیوتر ساینس آره بین دانشگاه اتاوا و کارلتون، خب اگر بخوام مقایسه بکنم از نظر بحث، حالا آخه کامپیوتر میشه بحث سخت افزار داریم، نرم افزار داریم، نمیدونم الکترونیک، روبوتیک، خیلی شاخه های مختلف داره. نظر شخصی من اینه اگر کسی میخواد تو حوزه دیتا ساینس وارد بشه دانشگاه کارلتون، بلا شک من این دانشگاه رو بهش پیشنهاد میکنم. اساتید بسیار فوق‌العاده‌ای داره، بحث ماشین‌های خودران و این مباحث میخوان وارد بشن، بازم من دانشگاه کارلتون رو معرفی میکنم. بحثای کامپیوتر ساینس و بحثای مثلا نتورک و اینها میخوان وارد بشن، خب دانشگاه اتاوا دانشگاه خوبی. همین موردی که گفتین کارتون با QNX کار میکنه خودش خیلی فرصت خوبیه برای آینده اگر کسی بخواد تو اون حوزه بیاد. بله. بله بله، من همین حدود تقریبا دو ماه پیش بود فکر کنم یکی از دوستان به پیام داد، بعد من یکی از اساتیده بهش معرفی کردم، حالا من یه مقدار شیطونی کردم اون پروپوزالم هم در اختیارش گذاشتم، گفتم که آره این استاد تو این حوزه این پروپوزال، فقط اینو نفرست برای استادا میشه پلجریزه حواست باشه، من فقط میفرستم که شما بدونی استاد برای چی میخواد کار بکنه. و یه فاند خیلی خوبی هم از بلک بری گرفت. همون قانون آره، یه فاند خیلی خوبی هم از بلک بری گرفت و بعد پیام داد آقا دست در، گفتم نه کاری نکنم خودت هم کار رو انجام دادی. از فردا فکر کنم کلی پیام برات میاد که پروپوزال برای ما بده. آره نه الان که خب کسی دیگه داره کار میکنه اون حوزه، من زیاد چیز نشدم وارد نشدم و اینها، حالا اسم نمیتونم بیارم کدوم استاده، ولی بگردم پیداش میکنم توی دانشگاه کارتون کامپیوتر ساینس، بگردن اساتیدشون رو پیدا میکنند و ایمیل بزنن مسلماً موفق میشه. یه سوالم من حالا دارم، سوالت یه ذره نظر شخصی و خصوصیه، حالا نمیدونم اگه بتونی اصلا جواب بدین یا نه، چیزی فقط مطلبیه که خیلی جاهای مختلف تو گروه های مختلف دیدم و خوندم، خیلی ها نظرشون بر اینه که مثلا اساتید مغرضانه نگاه میکنن، یعنی مثلا اگر سه تا ایمیل دریافت کنه یکیش مال ایرانه، یکیش مال یه کشور اروپاییه، یکیش مال یه جای دیگه، میره سراغ اروپاییه. آیا این به نظر صحت داره یا همه چی بسته به اون توانایی نوشتن و قدرت اون ایمیلیه که نوشته شده؟ من نه، من حالا این تجربه رو نداشتم. به نظرم نه اینطوری نیست، ولی به نظر من اینجوری نبود، چون خیلی دانشجوهای ایرانی دارن میان و با فاند خوب هم میان
یعنی نشون میده که همچین جریانی وجود نداره. دقیقا. ببینید فقط یه تجربه یه خیلی بدی یکی از اساتید اینجا داشت. یه مرتبه هم توی صحبت کرد گفت من از دست ایرانی ها یه مقدار ناراحت شدم. البته من بهش گفتم خب به همه تامین نده، خوب و بد همه جا هست. یه دانشجو رو براش فاند گرفته بود، اسکولارشیپ همه خیلی کارا کرده بود، بعد اون دانشجو برای $2,000 فاند بیشتر رفت یه دانشگاه دیگه و همه رو کنسل کرد و یه پروفسورمون با حال یه پروپوزال رو نمیدونم اینها و کلی کار انجام نداده رو دستش، خیلی به ضرر خورد. و اونجا حتی برگشت گفت خب اگر به من گفته بود برای 2000 تاست من اون رو حتی از جیب خودم هم بهش میدادم. آره این کار غیر اخلاقیه. آره این چیزی بود که مثلا یه بار صحبت کرد گفت خیلی و من الان از ایران وقتی پیام میاد واقعا میترسم. و خیلی ها برای من پیام میدن، ایمیل ها نگاه میکنم دانشجوی فوق العاده ای هم. خودش عنوان میکنم گفت دانشجوی فوق العاده ای، ولی واقعا من میترسم که دیگه بخوام مثلا دانشجو از ایران بگیرم. این موردی بود که برای این تجربه بعدی داشت و صحبت میکرد. آره ولی در مورد جواب دادن من یه چیزی بگم. بین امریکا، چون من با امریکا مکاتبه خیلی انجام دادم، اساتید امریکا بیشتر به شما جواب میدن تا کانادا. کانادا معمولا خیلی سرش شلوغه، راستم میگم. مثلا یکی از اساتید یه مرتبه برای من یه عکس فرستاد زده بود، حالا یادم نیه حدود 300 تا 400 تا ایمیل فقط بود. گفت ناده من چجوری 400 تا ایمیل رو جواب بدم بخونم؟ گفت روزانه میبینی 40 تا ایمیل برا من میاد. گفت واقعا نمیشه. گفت فقط من میرم نگاه میکنم میبینم مثلا کدوم ایمیل را مثلا 5 تا اومده 4 تا اومده، میگم خب این خیلی پس کارش درسته 5 بار ایمیل زده، میرم اونو نگاه میکنم. برای همینه به دوستان پیشنهاد میکنم حداقل 4-5 بار ایمیل بزنی، چون وقتی ایمیل میفرستین آن رید میزنه مثلا 5 تا و حتما هم کانورسیشن بزنی، یعنی ایمیل جدید نباشه. آره ریپلای کنی به قبلی. آره دقیقا ریپلای بکنم به قبلی. این مثلا یکی نکاتی بود یکی از اساتید گفت. اینا نکاتی بود. منم به همه دوستان میگم تا میتونید ایمیل بزنید حداقل 4-5 تا. این استاد دنگاه میکنه چون ایمیل زیاد براشون میره، ولی وقتی شما زیاد زده باشی میرن مال شما رو حتما نگاه میکنن انشاءالله. ما یه صحبتی با کاوه داشتیم میکردیم قبل از که شما با وصل بشی که میگفتیم به نظر میاد که تعداد دانشجوهای ایرانی کارتونی روز به روز داره بیشتر میشه و حالا این سوال برای من پیش اومده که شما توی دانشجوهای ایرانی کارتون مثلا گروهی، حالا گروه نمیدونم تلگرامی، نمیدونم حالا هر چیزی فیسبوک، گروهی دارید که مثلا دوستانی که اگر مثلا میخوان اقدام کنن بیان اونجا مثلا یه کسب اطلاعی بکنن. بسیار تجربه به قول معروف ارزشمندی رو شما در اختیار دوستانی که الان هستن گذاشتین. حالا اگر این تعداد افرادی رو که اینجوری حاضرن اطلاعات مثبت و مفید در اختیار بقیه قرار بدن رو بیشتر بکنی توی گروه بذاری، خب چندین برابر در واقع اطلاع رسانیش میره بالاتر. همچین گروهی رو داری هستش؟ من نه، من خودم گروه خاصی ندارم، یعنی راستیتش خیلی شلوغ شده بود دور و برم، به فکرم نرسیده که تشکیل بدم. ولی چرا گروه هایی هستن که خود منم حتی عضو هستم. بعضی مواقع خب منم اگر سوالی رو بلد باشم سعی میکنم مثلا جواب بدم. حالا مثال مثلا یکی از دوستان پرسیده بود کسی مثلا با این استادش بوده، من برسیدم آره سوپروایزر من بوده، بعد گفت که خب این میخواد توی دفاع من هست، چجوریه اخلاقش چجوریه. بعد دیگه من به شستری راه نمایی دادم و یه خدا رو شد دفاعشو انجام داد و پیشتیشه گرفت. گروه زیاده و یه نکته که راجع به گروه باید دوستان دقت کنن اینی که
حالا نمیخوام تعریف یا بدی گروه خاصی رو بگم، ولی گروه چون زیاده، نظارتی هم رو گروه ها نیست، الزامن هر اطلاعاتی که تو اون گروه میگیرن ممکنه درست نباشه. حالا یه سری افراد هستن مثل نادر که زحمت کشیدن، من دیده بودم کاری که کرده، مثلا پرزنتیشنی آماده کرده، خیلی همه چی جامع و کامل بر اساس اطلاعات درست. ولی من حداقل میدونم تو اتاقا 10 تا گروه واسه دانشگاه کارتونه و هر کسی اومده. یه شعاری هست که تو اتاقا میگیم به ازای هر ایرانی یه گروه تلگرامی باید باشه. بله این گروه زیاده. حالا نادر، حالا ما افتخار اینو داریم که تو گروه پند هم عضو هست و اگر دوستانی هستن میتونن بیان تو گروه پند عضو شن تلگرام، اونجا سوالشون رو مطرح کنن، بعد نادر جان میتونه معرفی کنه گروه های دیگه که خودش مورد اعتمادش هر بهشون معرفی کنه که جوین کنن و سوالات تخصصی رو تو اون گروه ها بپرسن. این هست، این کارو میشه کرد. وگرنه این که آره، چون تعداد گروه زیاده معمولا من خودم پیشنهاد نمیدم، چون که واقعا نمیدونی اگه رفت اونجا اطلاعات درستی میگیره یا نه. در مورد گروه ها هست که شما خودت مسئول اطلاعاتی هستی که بهت میرسه. ببین فقط مثلا همین فوق لیسانس، شما اخبار رو هم از صد کانال مختلف میگیری. خب من خیلی وقتا مثلا دوستان میبینم یه خبری میگیرن بعد شروع میکنن به این برانبر فوروارد کردن، میگن خب یه تحقیقی بکنی اصلا منبعش کجاست، چقدر سندیت داره. اینی که به هر حال وجود این گروه ها به نظر من خوبه، برای اینکه ممکنه که مثلا 10 تا گروه تو شما یه چیزی پیدا کنی که با روحیات شما بیشتر جور باشه. میدونی الان مثلا نادر جون یه سوالی بکنم، ایشون با دید خودش با تجربه خودش به من میگه، لزوما تجربه و دید شما تعداد انتخابا زیاد باشه و اطلاعات زیاد باشه خب بهتره، ولی دیگه اون فیلتر کردن و به قول معروف سر ناسره کردنش دیگه با خود طرفه. بله دقیقا. حالا یه مبحثی هست توی، حتی حالا من چون فیک نیوز انجام دادم اینجوری به شما بگم، هر خبری که میاد یا درسته یا غلطه یا میتواند درست یا غلط باشه، یعنی هنوز مشخص نشده وضعیتش. یعنی شما بعضی موقع یه خبری از یه خبرگزاری مطرح اومده ولی نوشته من مستقلا نمیتونم اینو تایید کنم، پس این با اینکه خبرگزاری مطرحیه ولی هنوز مشخص نیست، شاید غلط باشه شاید و درست باشه، اینش هنوز مشخص. میگم بازم من پیشنهادم به دوستان اینه، از سایت دانشگاه و از خود دپارتمان بهترین منبع برای پرسیدن سواله. یعنی اطلاعات شما موثق به شما میدن، اطلاعات دقیق تره و کامل به شما اطلاعات میدن. یعنی من هر جا به بچه ها گفتم ایمیل بزنی، اولا کامل دیدم توضیح دادن، بعض موقع برای من فرستان وای آقای ناصری مثلا 3 صفحه است برای ما ایمیل فرستاده با کلی لینک چیه؟ میگم خب بشین با دقت بخون ببین چقدر طرف برات وقت گذاشته که تک تک سوالات رو یک به یک به جواب بده. پس این اطلاعات خیلی خوبیه، اینا فقط باید بشینی با دقت بخونی. و باز اگر جز نکته ای بود قشنگم آخر ایمیلاشو همیشه من دیدم تمام دانشگاه ها. بازم اگر سوالی داشتی به قول معروف we are happy to help you know. به قشنگ مثلا کمک میکنیم اگر سوال دارید بپرسید. بله یه سوالی من دارم، خیلی سوال میکنن که آیا فاندی که ما میگیریم از دانشگاه هزینه هامون رو جبران میکنه یا باید بریم کار کنیم؟ میخوام بپرسم که این فاند ها خیلی بستگی به استاد داره و اون پروپوزالی که میدن دیگه، ولی آیا معمولا به این شکل هستش که، حالا نمیتونم اونجوری بپرسم، بر اساس تجربه تا چند درصد هزینه های معمولی یه زندگی رو پوشش میده یه فاند؟ خب ببینید بس آره خیلی گسترده میشه. من اینجوری میگم اگر بخوام فاند ها رو به چند دسته تقسیم بکنم، میگم خب یه سری میشه RA و TA، یعنی Research Assistant و Teaching Assistant. Research Assistant معمولا دست خود استاد هست که خب حالا مثال من دانشگاه کارتون بین مثلا 4700 5000 تا حالا بعضی موقع تا 7000 تا هم شاید مثلا یه Research Assistant
ترمی به شما پرداخت بکنم. برای تیچینگ اسیستنت باید با خود دپارتمان هماهنگ بشن و خود استاد و اینها، اونها به شما میدن. این مبلغش حدودا $5,000 در دانشگاه کارلتون هست. بعد یه سری اسکولارشیپ و فاندهای دیگه هم هست، مثلا فاند OGS هست، اگه حالا آره OGS اشتباه نکنم، اون حدودا ترمی 5000 تا سالی 15000 تا کلا به شما پرداخت میشه. خب حالا شما در نظر بگیر اگر یک نفر تمام اینها رو داشته باشه، خب میتونه تقریبا بگیم که هزینه‌های یک سالش رو هم دانشگاه هم خورد و خوراک، حالا البته بستگی باز به رشتش داره، اگر مستر باشه کمه، ولی اگر پی اچ دی باشه، نکته ای که داره پی اچ دی دامستیک حساب میشه اینجا و هزینهش کمتره، یعنی شما حدودا حالا با بحث بیمه و اینا حدود 3,000-4,000 دلار اینطورا پرداخت میکنی به دانشگاه و خب بقیهش میشه دست به قول معروف برای هزینه‌های زندگی. یعنی خیلی به نظر من کسی واقعا زرنگ باشه بتونه زود برای فاند ها اپلای کنه و اینا رو بگیره، اون 20 ساعت در هفتهش هم که میتونه کار کنه، پس زندگی رو میتونه بچرخونه. بله بله دقیقاً. فقط نکته ای که هست حالا همین بحث اپلای، دانشگاه یه دونه ددلاین داره، شما بعد از اون ددلاین هم دانشگاه کارلتون میتونید اپلای کنید، فقط نکتهش اینه بعد از اون ددلاین دیگه اگر فاندی به شما تعلق نمیگیره. سعی بکنن قبل از ددلاین حتما اپلای بکنن که اگر فاندی بود یا خواستم برای فاند درخواست بده امکانش باشه. حالا دیگه یه سری اوارد و اینام هست که اونام مبالغش خیلی آنچنانی نیست، معمولا $500 $1,100 مبالغ این شده. این ددلاین هایی هم که گفتی تو هر رشته ای تو سایت دانشگاه هستش دیگه که تا کی بعد اپلای کنیم برش. آره معمولا اونجا میذارن، بازم اگر اونجا نتونستم پیدا بکنم، میگم به خاطر کووید خیلی نتونستن سایت آپدیت نگه دارن، حالا تمام تلاش نشون میکنن ولی خب سایت آپدیت نیست. مثلا خیلی جا شما میری مثلا یه پروفسور رو نگاه میکنی هنوز که هنوز دانشجوهای 2000 مثلا 18 شه، اصلا دو سه سال گذشته هیچ آپدیتی نشده. من میدونم مثلا دانشجوهاش عوض شدن، نمیدونم چیز شدن، مقاله های خیلی مقاله هاش مثلا چیز شده. برای همین مثلا شما یه استاد پروفایلش اصلا تکیه نکنید فقط بر پروفایل، حتما برن گوگل اسکولار ببینن، تو گوگل ببینن، یعنی من اکثرا دیدم پروفایل آپدیت نیست. بسیار عالی. کامیا شما سوال دیگه ای داری؟ من فقط در همین ادامه صحبت این امکان وجود داره مثلا با خود استاد تماس بگیری و مثلا به ازش بپرسی که شما مثلا تو چه زمینه ای کار میکنید یا آخرین مثلا کارتون چی بوده، یا این یک چیز خصوصی میشه، سوال خصوصی میشه؟ معمولا این چیز خیلی درستی نیست، چون وقتی این کار رو بکنی استاد به شما میگه که خب برو مثلا کارهای منو ببین، مقالات من رو ببین. حالا چند وقت پیش یه بحثی یه لانچ تایمی داشتیم، یه سری اساتیدا می‌خواستن استخدام بکنن جدیدن دانشگاه، بعد خب یه سری دانشجو هم از گفتن که شما بیاین مثلا در مورد حالا لانچ تایم با استاد مثلا یه گفتگوی داشته باشین. بعد من اسم استاده که دیدم رفتم پروفایلش رو پیدا کردم، مقالاش رو خوندم در مورد چی کار کرده نمیدونم چه جوری، بعد تو اون لایش داشت شروع کردم باشه صحبت کردم، آره استاد مثلا اینو گفته بودی اینو، بعد خیلی خوشش اومد، بعد مثلا از اون پرسیدن خب حالا کامنتتون چیه، حالا اینجا من یه مقدار شیطونی کردم گفتم بین این سه تا حتی یکیشونم حالا نگم ایرانی بود، یکی دیگه رو من انتخاب کردم، خیلی کارش نزدیک به کار من بود، اگر اون اوکی بشه که واقعا فوق العاده میشه. برای همین میگم حتی یه استادم با اینکه لانچ تایم بود من میتونستم ازش بپرسم استاد تو چه حوزه کار میکنی، من این کارو نکردم، میگم نظر شخصیمه. نه اتفاقا به نظرم گفتی شیطونی کردم، ولی شیطونی نیست، این
این اتفاقا درسته، چون وقتی شما میخواین جو فوق لیسانس بخونی یا دکترا بخونی، به نظرم مهمترین فاکتوری که باید یه دانشجو داشته باشه قدرت ریسرچه، که بتونی شما تحقیق کنی، اطلاعاتو به دست بیاری. وقتی که رفتی راجب استاد خوندی، به اون اتفاقا نشون دادی که خب من آدمی ام که میرم تحقیق میکنم، بدون تحقیق نمیام حرف بزنم، چون سوال کردن که راحته، شما از اول شروع کنی سوال کنی که اینو بگو اینو بگو. حالا من امیدوارم اون استاد چه باید ادامه بده و کاراتی به درست شه. یکی از دوستان من اینجا سوال کرده، من چون تا یادم نرفته بالا، ببخشید تونتون میگم، اینو بپرسید. گفتن اگه کسی معدل لیسانسش پایین باشه اما معدل ارشدش بالا باشه، آیلتس هم داشته باشه، بهتر ارشد مجدد اقدام کنه یا بره برای دکترا؟ خب دو تا گزینه باز براشون هست، مشکلی نداره، ولی به نظر اگر میخواد برای مستر مجدد اقدام بکنه، مسترش هم بذاره. مستر داشتن به شما یه به قول من رو یه پوان مثبت حساب میشه. ولی خب من یه سوالی که خیلی به دوستان ازم میپرسم، ما بیایم پی اچ دی بخونیم یا نه؟ بهشون میگم که حالا اینجا من بعضی موقع به من میخندم میگن که تو نادر مثلا نردی. من یه مقدار بعضی موقع خیلی با وسواس صحبت میکنم بعضی چیزا رو، بهشون یه چیزی میگم، میگم من همیشه دوستان بهم میگفتن نادر تو چه جوری هستی؟ گفتم دارم درس میخونم. نادر الان چی کار میکنی؟ الان مثلا دارم این کار رو میکنم، درسم میخونم. یعنی من الان به من میگن زگهواره تا گردانش به جوری، همش داشتم 34-35 سال دارم همجور تو این 20 خورده سال همش درس خوندم. میگم اگر واقعا علاقه دارید به درس خوندن، به تحقیق کردن، به مطالعه کردن، واقعا بیان وارد پی اچ دی بشین. ولی قبل اینکه بیان وارد پی اچ دی بشین، دنبال این باشید که تو چه حوزه‌هایی حداقل حدودی بدونید آیدیاتون چیه و به چی میخواید برسید. بعد دیگه خودش اونجا البته شما آخر استاد براتون مشخص میکنه، به غیر اینکه شما طرحی که عنوان میکنید طرحتون خیلی قوی باشه. مثلا حالا الگوریتمی که مثلا من اینجا دادم، خب الگوریتمی که معرفی کردم دیگه خیلی قوی بود، استاد قبول کرد، گفت که آره خوب خوبه قوی. ولی خیلی سخت پیش میاد معمولا چیزای اولیه، معمولا خود اساتید میگن نه ما اسپسیفیک نمیخوام روی این حوزه کار بکنیم. ولی به نظر من اگر کسی مستر داشته باشه، علاقه داشته باشه به درس خوندن، بیاد، از اوورکوالیفای نترسه، واقعا از هیچی نترسه، اصلا یه دنیاییه برای خودش، خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی اصلا به نظر من فوق العاده است. بیان دوستان. این دوستان گفتن دو تا مشاوره ISI دارن. دو تا ISI، خب خیلی خوبه ISI. حالا این ISI بودنش هم بحث Q2 Q3 بحث چیه و اینها، این مقاله داشتن خوبه. من حالا یه مثال میزنم، مقاله خب الان مثلا مقاله ای که مثلا من نوشتم آمادش کردم، خب شما مقاله یه آتر اول و دوم سوم داره. اگر آتر اول باشین خب این تأثیر گذاره، آتر اول باشین تأثیر گذاره، ولی بازم مقاله داشتن خیلی خوبه. اگر اونجا بود که گفتم وقتی میخوان مکاتبه بکنن توی فال آپا مثلا بگن آره استاد این پابلیکیشن هم من دارم تو این حوزه هم کار کردم، اونجا این کار رو انجام بده. بسیار عالی، خیلی خوب بود. مرسی نادر جان از اطلاعات بسیار خوبی که امروز در اختیار ما گذاشتیم. من مطمئنم ما باز باهات در تماس خواهیم بود، هم سوالات دوستان رو بهت منتقل کنیم، همین که نمیدونم چقدر وقت درگیر هستی، ولی اگر بتونی بعداً ارتباطت بدیم با دوستانی که مثلا سوالی چیزی دارن بتونی راهنماییشون کنی که بسیار عالیه. بله بله حتما، من خوشحال میشم. به قول معروف کار اینا هست، ولی من خودم معمولا ساعت 5:30 صبح دیگه شروع میکنم کارمو و تا ساعت 10 شب به وقت کانادا و اتاوا هستم. حالا هر سوالی چیزی باشه، آره معمولا سعی میکنم زود جواب بدم، یعنی تا جایی که تونستم و اینا تمام تلاشام میکنم و
و حتی بعضی موقع مثلا دوستان سوالی هم داشته باشن اینا، سعی میکنم وایسی بدم تا جایی که میتونم کمکی باشه. بله حتما، چون یه مسیری بود که شما خودتون به منم گفتین، اومدیم اینجا وقتی یه نفر رو کمک میکنی شما به من یاد ده، شما به من کمک کردی، منم وظیفه‌م اینه به بقیه کمک کنم. این به نظرم بهترین ذهنیته که این چرخه حفظ شه، همه به هم کمک کنیم، در نهایت میبینی که یه جامعه خیلی قوی میشه. حتما حتما همینطور خواهد بود و من همیشه سپاسگزار شما هستم دیگه. شما خودتون میدونین راهنمایی که به من دادین خیلی کمک کرد. این نظر لطفه که من همیشه میگم توانمندی ها و مهارت های خودته که باعث میشه کمک موفق بشی تو جامعه. بسیار عالی، مرسی کامیار. اگه شما سوالی ندارید دیگه میتونیم برنامه رو تموم کنیم. ویدیو رو من تو قسمت آی جی تی وی میذارم و تو یوتیوبمون هم آپلود میکنم، دوستان میتونن ببینن. تو کامنت ها یه سری سوالهایی بود که شاید یه مقدار به قول معروف خارج از هیته این بود، یا حالا قبلش یا بعدش یا خورد مثلا، ولی فکر میکنم دیگه بعضی از این سوالات در واقع تو یه جلسه دیگه میگنجه لزوما، ولی فکر کنم بسیار مفید بود و دوستانی که در واقع خاصه یه گروهی بود که واقعا اون چی میگن لغات و کلمات و اصطلاحاتی رو که نادر جان استفاده میکرد رو متوجه میشن لزوما. مثلا من و بعضی از مسائل مثلا واسه من خیلی آشنا نبود، برای اینکه مثلا دوران این قضیه نیستم. یعنی که فکر میکنم خیلی از دوستانی هم که توی این اینستاگرام لایو بودن ممکنه که مثلا خیلی به در واقع فیلد کاریشون مرتبط بود نبوده باشه، ولی مطمئنم اونایی که در واقع تو همین کوران هستن بسیار استفاده بردن از این قضیه. دست درد نکنه، خسته نباشی تو کارات. مرسی، روز خیلی خوب داشته باشی، لانگ ویکند خوبی هم در پیش داشته باشین و خوش بگذرید. ممنون، به همچنین برای شما آرزوی بهترین رو دارم همیشه. مرسی، لطف داری، ممنون از لطفت، روزتون بخیر. سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ.